سلام، خوش اومدید به یه ویدیوی دیگه از کانال رد باز. این بار عزیزان دل قراره بریم سراغ قسمت 24 روم بازی خفن پارکرای 6. کامنت خیلی جالب و باحال گرفتم روی ویدیو قبلی، بعد این کامنت رو میخوام بخونم و درش صحبت کنیم. در بازی ها فکر نکنید موضوع دیگه ایه. آقای ابوالفضل اج عزیز دل که یکی از اعضای خیلی قدیمی کاناله نوشته که سلام پویا جون، من از وقتی با کتورهای گیم میذاری نگاشون کردم و واقعا خوب بودن، مخصوصا ردد و اساسینوال. حالا قربون برم، لطف داری. من در یه چیز نظر شما رو میخوام. من همه پارتایی که تا الان از فارکرای 6 گذاشین رو دیدم، واقعا گیم خوبیه، اما یه ایراد داره. ایرادش اینه که اصلا با کاراکتر بازی ارتباط برقرار نکردم، یا حداقل من اینطوریم، یا حداقل من فقط اینجوریم. مثلا با کاراکترهای مثل ایوار و آرتور مورگن زندگی کردم. شاید اینجا بگی چون گیم اول شخصه اینطوریه، ولی من با کاراکتر بازی سایبرپانک هم خوب ارتباط برقرار کردم. اینا رو گفتم تا نظر شما رو هم بدونم. 4 تا قلب آبی. خب عزیزان دل، ما یه خورده در این کامنت صحبت کنیم که کامنت خیلی خیلی خوبیه. من کامنت های اینطوری که در این بازی یه سری نظراتی دادیم و میشه عمیقا درش صحبت کرد و خیلی دوست دارم اگه همچین نظراتی در این بازی دارید بگید، حتما تو ویدیو درش صحبت میکنیم. اولا اینکه از اینجا به بعد یه خورده قراره در این کاراکتره که ابوالفضل گفته بود یه خورده اسپویل کنم. خب یه خورده توضیحات چون قراره درشون بدم، یکی از داستانای این بازی اسپویل میشه که خب قطعا همتون این بازی رو بازی کردید چون روی کانال قرار گرفته و اگه با من آشنایید با این بازی ها ماشنایید، ولی اگه نیستید حواستون باشه که اسپویل نشه. ابوالفضل میگه من با کاراکتر دنی نمیتونم ارتباط برقرار کنم. منم با ابوالفضل عزیز هم عقیده ام. چرا؟ چون که بازی اصلا اطلاعاتی در دنی به ما نداده، یعنی ما دنی رو نمیشناسیم و چون نمیشناسیمش نمیتونیم درکش کنیم. خب چون نمیدونیم دلیل گرفتن تصمیمات مختلفش چیه، چی باعث شده، چه راهی رو، چه مسیری رو توی زندگیش طی کرده که بتونه به این نتیجه گیری برسه، به خاطر اینکه این چیزا رو نمیدونیم نمیشناسیمش نمیتونیم باش ارتباط برقرار کنیم، نمیتونیم باش همزاد پنداری کنیم. خب ما در روی دنی کلن 3 چیز میدونیم فقط. کلن 1، اینکه بی پدر مادر بزرگ شده، یتیم بوده، توی پرورشگاه بوده. خب 2، تو ارتش بوده. 3، میخواسته فرار کنه بره آمریکا. عملا کلی چیزایی که ما در کاراکتر دنی میدونیم همین 3 تاست، یعنی خلاصه میشه تو این 3 مورد. خب ما در دنی هیچی نمیدونیم. مثلا اول بازی شغل دنی چی بود؟ آقا باید تو یه شغلی داشته باشی، یه زندگی داشتی یه تا اون موقع که فرار کنی و نمیدونم فلان. به ما شغل دنی چی بوده، چی کاره بوده عملا؟ خورد و خوراکش از کجا میورده این کاراکتر؟ بعد اینکه ما میدونیم دنی فقیر بوده، توی خیابونا بزرگ شده. خب این قطعا یه تأثیراتی باید روی شخصیتش داشته باشه، باید از اون تجربیاتی که توی خیابونا کسب کرده بتونه یه جای بازی استفاده کنه، یا یه جا به اونا یه اشاره‌ای داشته باشه که ما هم با گذشته این کاراکتر بیشتر آشنا شیم، هم با زندگیش بیشتر آشنا شیم، هم با دلیل گرفتن تصمیمات مختلفش آشنا بشیم. خب ولی ما اولا هیچ کدوم از این اطلاعات رو نداریم، بازی هیچ کدوم از این اطلاعات به ما نداده. خب یا مثلا کسی که یتیم بزرگ میشه خانواده نداره، مادر پدر نداره، خب به همین دلیل با دوستانش ارتباط خیلی قوی تری برقرار میکنه. خب یعنی دوستاش میشن خانوادهش. خب معمولا برای افراد یتیم، افراد بی خانواده اینطوریه. ولی ما اول بازی میبینیم که دوستش لیتا و قبلتر از اون یه دوست دیگهش که انقدر ازش اسم نیورده که من اسمش رو یادم رفته، دوتا دوستش رو تو یه روز از دست میده. دوتا از بهترین دوستاش، نزدیکترین دوستاش که خانوادهش بودن عملا، تو یه روز از دست میده. ولی نه ناراحتی حس میکنیم تو این کرکتر، نه عزاداری میبینیم. اولا جنازه لیتا رو توی ساحل ول میکنه بدون اینکه خاکش کنه، میذاره میره و 3 ثانیه بعد ما میبینیم گوشی رو دستش گرفته. اوه، باید لیبرتاد رو پیدا کنم. خب یعنی چی؟ تو گریه نمیکنی، ناراحت نیستی؟ ما اولا هیچ چیزی در این کرکتر نمیدونیم و تصمیماتی که میگیره تصمیماتی نیست که اگه ما جای اون بودیم میگرفتیم، یعنی به هیچ وجه با این کاراکتر همزاد پنداری نمیتونیم بکنیم. خب مثلا ما الان نزدیک 1000 تا سرباز توی بازی کشتیم. آقا تو 1000 تا سرباز بکشی هیچ تأثیرات منفی روی عقل و روح و روانت نداره؟ نباید ناراحت بشی، نباید عذاب وجدان بگیری، نباید شاکی باشی. خودت هم یه روزی از اون سربازا بودی. این سربازا اکثریتشون شستشون مغزی داده شدن، فکر میکنن کسی واقعا آدم خوبیه.
خب و ما داریم اینا رو مثل سگ میکشیم تو خیابونا و اصلا برای این کاراکتر مهم نیست. خب یا مثلا اصلا چرا تصمیم میگیره که بمونه به لیبرتاد کمک کنه؟ خیلی بیشتر روی این قضیه میتونستن مانور بدن. چرا هیچ اسمی از لیتا دیگه نمیاره؟ چرا عزاداری نمیکنه برای دوستای رفتش؟ چرا انقدر راحت با همه گرم و صمیمی میشه؟ چرا انقدر همیشه خوش و خندونه؟ و اصلا این کاراکتر هیچ جوره قابل ارتباط نیست، چون قابل درک نیست. یعنی آدم نمیتونه خودشو بذاره جای این کاراکتر بگه اوکی منم اگه تو این شرایط بودم اینجوری بودم. هیچ کسی توی دنیا واقعا اگه شما این کارو بتونید انجام بدین یه جای مغزتون با کمال احترام مشکل داره، چون نشون میده شما روانید. شما اگه بتونید 1000 سرباز رو بکشید و هیچ ناراحتی حس نکنید و خیلی راحت به زندگی ادامه بدید، شما روانی بیش نیستید. دوستان شما اگه دوستتون جلوتون بمیره، بهترین دوستتون، نزدیکترین دوستتون، و شما حتی تصمیم نگیرید که اونو خاک کنید و برید سراغ ادامه زندگیتون و به فکر فرار و این داستانا باشید، خب این نشون میده یه مشکلی دارید شما جدی. واقعا این کاراکتر قابل درک نیست عزیزان، به هیچ وجه قابل درک نیست. و کلا فارکرای، سری بازی های فارکرای، سازنده های فارکرای که به احتمال خیلی زیاد یه تیمی بودن از اول تا الان و اکثریتشون تغییر زیادی نکردن اون تیم، این تیم قهرمان ساختن بلد نیست، شرور ساختن خیلی خوب بلده، چون که بازی هاشون تا قبل از این بازی قهرمان درست حسابی جخ نداشته. قهرمانا میبینیم حتی صدا نداشتن، فقط یه بار توی یکی از بازی‌ها فکر کنم صدا داشته، ولی تصویر هیچ جخ نداشتن. یعنی اولا هیچ شخصیت پردازی نیاز نداشته که این قهرمانا داشته باشن. خب نیازی نبوده که این قهرمانا شخصیت پردازی داشته باشن، گذشته‌ای داشته باشن و بازیکن بخواد باشون ارتباط برقرار کنه. تمرکز بازی‌سازا روی شرورها بوده همیشه توی سری فارکرای. خب و به خاطر همین شرورهای خیلی قوی داشتیم، ولی قهرمان سازی اینا نه توش تجربه‌ای دارن، نه تا الان کار انجام دادن، نه توش خوبن. و مطمئنن شمایی هم که دارین ویدیو رو میبینین با این کاراکتر دنی هیچ ارتباطی برقرار نکردین، چون عملا هیچی در موردش نمیدونین، هیچ جوره نمیتونین درکش کنین. مثلا ابوالفضل کاراکتر ایو رو، کاراکتر سایبرپانک و کاراکتر اصلی رد دد ریدمشن آرتور مورگان رو مثال زده بود. ما با آرتور مورگان مثلا کل مسیر زندگیشو انگار هستیم باشید، تو هر مأموریت داریم درباره کاراکتر بیشتر میفهمیم، درباره گذشتهش بیشتر میفهمیم، درباره اینکه چرا این کارا رو میکنه، چرا این تصمیمات رو میگیره. خب یعنی شما اگه آنرتون پایین باشه، شرافت منفی هم داشته باشید، بدترین کاراکتر هم باشه آرتور، شما درکش میکنید، میگید منم اگه تو اون شرایط بودم شاید این تصمیم رو میگرفتم. شرافتش بالا باشه بازم درکش میکنید، میگید منم اگه جای اون بودم میتونستم این تصمیم رو بگیرم. خب و مثلا وقتی به اون راهبه نگاه میکنه، بغض میکنه، میگه من میترسم از مرگ، از مردن میترسم، شما تمام وجود تو اعماق وجودتون درک میکنین این حرفشو، این کاراکترشو. وقتی بغض میکنه اولا باش میتونید بغض کنید، چون طی تمام بازی ما بودیم که اون تصمیماتو گرفتیم، ما بودیم که همراه آرتور بودیم و تمام این چیزایی که اون تجربه کرده رو ما تجربه کردیم. در باره گذشتهش هم چیزایی که تجربه نکردیم، حس و حال آرتور، تأثیرات اون اتفاقات روی آرتور رو میتونیم به وضوح ببینیم حین بازی. و خب اینا باعث میشه که ما با کاراکتر ارتباط برقرار کنیم، ما بتونیم خودمون رو تو این شرایط بذاریم و بگیم اوکی اگه منم جای آرتور بودم این کارو میکردم، این کارو نمیکردم، با کاراکتر همزاد پنداری کنیم. ایوور هم تا حدودی نه به خوبی آرتور، ولی تا حدودی این شخصیت سازی شده براش، این قهرمان سازی شده براش، این ارتباطه رو پلیر میتونه با کاراکتر برقرار کنه. چرا؟ چون که ما از بچگی ایور باهاش بودیم. قرار الان یه خورده اسپویل کنم برای کاراکتر، اگه بازی رو نکردید این اسپویلر رو گوش ندید، رد کنید. ما مثلا مرگ پدر مادرش رو اول بازی میبینیم، مرگ کل انگار دهکده‌شون، کل اون قبیله‌شون رو اول بازی میبینیم، میبینیم که این مرگ ها، این نبود پدر مادر چه تأثیرات روی کاراکتر داشته. بارها و بارها طی بازی در کشته شدن مادر پدرش و تأثیرات اون روی خود ایور میگه بهمون. و خانواده جدیدش رو میبینیم، با اونا آشنا میشیم، رابطه ایور با اونا رو میبینیم، رابطه اونا با ایور رو میبینیم و رابطهش با برادرش رو میبینیم، رابطهش با خانم برادرش رو میبینیم، رابطهش با کاراکترهای دیگر میبینیم. و تک تک این تصمیماتی که ایور توی بازی میگیره تا حدودی، بازم میگم نه به تأثیر گذاری رد دد ریدمشن 2، ولی تا حدودی میتونیم با کاراکتر ایور ارتباط برقرار کنیم، اونو درک کنیم. چرا؟ چون میشناسیم کاراکتره رو، میدونیم که دلیل تصمیماتی که میگیره چیه، پشت پرده چه اتفاقاتی افتاده که به این تصمیمات ختم شده. خب کاراکتر وی توی سایبرپانک هم همینطور، ما هر مأموریتی که میریم، مأموریت فرعی، حین بازی، دیالوگایی که رد و بدل میشه،
با این کاراکتر با گذشتهش بیشتر آشنا میشیم، با رفاقتاش رابطه هاش بیشتر آشنا میشیم و میفهمیم صمیمیتش مثلا با اون کاراکتر رفیقش. قرار اسپویل کنم، حواستون باشه، اون کاراکتر رفیقش جکی بود اسمش، اگه درست یادم باشه جکی بود. داره اون که فوت میکنه، ما عملا انگار رفیق خودمون رو از دست دادیم. چرا؟ چون که خودمون رو میتونیم جای وی بذاریم، چون که رابطه و صمیمیت وی و جکی رو به وضوح دیدیم. خب و وقتی جکی با وی صحبت میکنه، چون بازی اول شخصه، انگار داره خود ما صحبت میکنه. خب و اینا رو میبینیم، اینا رو درک میکنیم، ولی دنی به هیچ وجه این تأثیرات رو روی پلیر، روی بازیکن نداشته. خب چون ما اولا در این کاراکتر هیچی نمیدونیم، بعد از کلارا هم هیچی نمیدونیم. مثلا کلارا ما میدونیم از یه خانواده پولدار بوده و یهو تصمیم میگیره که انقلابی بشه و رهبر یه گروه انقلابی به اسم لیبرتاد بشه. خب چرا؟ چرا یه خانواده پولدار، بهترین زندگی رو داری تو این کشور، همه چیز به نفعته، چرا یهو قید همه اون منافعو میزنی و میری تو دل جنگ و خشونت و این مسخره بازی ها؟ اینو هیچ وقت به ما نگفتن. شاید عین بازی بگن و خیلی بهتر میشه اگه بگن. اگه نگن یه ضعف بزرگ بازیه. تو کل بازی فار کرای 6 تنها کاراکترایی که من تونستم باهاشون ارتباط برقرار کنم، یکی خوان کورتزه، چون تا حدودی درکش میکنم. بعد کاستیو، خود انتون کاستیو، باز چون تا حدودی رفتارشو، دلایلش برای انجام کاراش رو درک میکنم یا مطلعم ازشون، چون میشناسمش میتونم درکش کنم، میفهمید؟ و دیگو، بازم چون میشناسمش میتونم درکش کنم تا حدودی. این شناخته شکل گرفته. خب ولی دنی رو ما اولا نمیشناسیم. سه تا فقط اطلاعات در کاراکتر دادن، سه تا مورد گفتن به ما و سه تاش هم اونقدر نیست که بتونه توضیح بده که دلیل تصمیماتش چیه، یا بتونه کاری کنه که ما این کاراکتر رو بشناسیم و باش ارتباط برقرار کنیم و بتونیم باش همزادپنداری کنیم. چون من خودم رو جای این کاراکتر میذارم، قطعا این کاری که این کرد من نمیکردم و به خاطر همین با این کاراکتر نمیشه ارتباط برقرار کرد. خیلی صحبت کردم، خیلی هم طول کشید و یه لازم بود به نظرم این حرفو گفته شه و به نظرم چیز کامنت خیلی جذابی بود. از این کامنت ها بذارید دوست داشتید وسط بازی یا اول بازی قسمت های مختلف در حالش صحبت میکنیم. اگه دقت کرده باشید توی قسمت های قبلی من مثلا کلام همیشه سرم نبود. خب من فکر میکردم، راستشو بخواید فکر میکردم باگ بازیه، چون که پایین سمت راست میبینید دوتا گزینه نوشته، یکیش السه رو بزنی کلام مثلا باز و بسته میشه، انگار فعال و غیر فعال میشه. خب بعد این دوربین من رو پایه که نداره، دوربین من رو دوتا کتاب و نمیدونم جعبه و فلان بمانه، بعد دقیقا اون قسمت تصویر رو گرفته برام. من هیچ وقت دید ندارم رو اون قسمت تصویر، اصلا نمیدونستم همچین دکمه وجود داره. بعد امروز یه خورده ور رفتم، بالاخره دکمه رو دیدم و فهمیدم که آره کلاش اینجوری فعال و غیر فعال میشه. حالا خلاصه خیلی صحبت کردیم، بریم سراغ ادامه ماجرا. عزیزان دل چقدر حرف زدم، ولی خب حرفم مفید بود به نظرم. اگه دوست ندارید ببینید رد کنید دیگه ترجیحاً. بعد برگردیم به شهر کانسپسیون و ماموریتی که یلنا بمون داد این بود که برگردیم به ال اگوخرو و اونجا صحبت کنیم، همه دور هم جمع شیم صحبت کنیم در قدم‌های بعدی این گروه. یه اتفاق دیگه که افتاد اینه که کلارا زنگ زد بمون و گفت که، یعنی دنی بهش گفت چرا ما از اول نرفتیم سراغ لامورال، من باشون ملاقات کردم، گروه خفنی هن، کار بلدن، فلان و به ما. بعد کلارا هم برگشت گفت که ما نمیتونیم به اونا مثلا اعتماد کنیم، اونا اعتبارشون یه خورده زیر سوال، همه جا بد میگن ازشون و اگه ما با اونا یکیشیم میتونه برای اعتبار گروه ما اثرات منفی داشته باشه برای لیبرتا. ترسیدن اهلی بود سکر. اگه دقت کنید ما دو قسمت قبل رفتیم یه دهکده ماهیگیری که به انقلابیا، به افسانه‌های سال 67 کمک کرده بودن و بعد ادمیرال بنیته زد دخل همشون آورد، انقلابیا هم هیچ غلطی نکردن. تانک، یا خدا شب شد، کرفیوشون عملی شد. وای اصلا حواسم به ساعت نبود. آره انقلابی ها هم اصلا
اهمیتی نداشت براشون، نه کمکشون کردن بیچاره ها رو، نه کاری براشون کردن. بعد ما دوباره ماموریت قبلی، قسمت قبلی دیدیم که همین بلا روی یه دهکده ماهیگیری دیگه پیاده شده و این بار گروه لامورال انتقام تک تکشون رو گرفته. خب و این خیلی خفنه، اینو خیلی دوست داشتم و این تفاوت این دوتا گروه رو یه جوری به ما نشون میده دیگه. خب اینجا مثل تابلو اعلاناتشونه و چهار تا تیکه کاغذ روشه الان که اینا رو میتونیم بخونیم. نشه یه تیکه کاغذ کثیف، ما به شما کمک میکنیم و ولی تنها کاری که شما چریکا برای ما کشاورز انجام میدین اینه که مثلا به درد و سختی ما اضافه میکنیم و من چیزی نمونده که اون توافق ناممون رو دیگه بذارم کنار تمومش کنم. او توافق نامه دارن سر این که اینا محموله های این چریکا رو قایم کنن، عجب. و نوشته که یکی رو بفرستین که با ما صحبت کنه، انگار در دل ما رو بشنوه، وگرنه هر چی دیدین از چش خودتون دیدین. ای چوریزا رو انداختن، لعنتیا چوریزا. اوه غلط کردم، بزن 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 بزن، برو 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 برو. اوه بلند شو برو بیا پیش من، برو بیا پیش من، بیا اینجا برو بیا. تو نمیاد، چرا تو نمیشه علامت گذاشت؟ همین دمی در باش. بس نام بعدی یه کاغذی که گازوئیلی شده، نوشته که به جمهوری فرشته ها خوش اومدید، معتادین به آدرنالین، ما فرشته سوارهای یارا، تمامی کسایی که دنبال هیجانن رو دعوت میکنیم به جمهوری فرشتگان. اگه از مسابقات دیوانه بار خوشت میاد بیا با ما مسابقه ده. ها مسابقه است دیگه. نوشته ترتیب سلاح‌های پایگاه ضد هوای محلی رو بده و بعد بیا به گاراژ ایزابل استپس، اونجا مسابقه می‌بینیم. عجب. این یکی چی؟ این یه کاغذ ترتمیزه، نوشته که یه گروهی از یارایی‌های حقیقی و آمریکایی‌ها داشتن شام می‌خوردن توی یه بالکنی در کنار کوچه کورازون. اسم آقای مکی روی یه بنر بوده برای یکی به اسم دکتر هافمین. من داشتم دنبالشون میرفتم ولی مجبور شدم به چند تا سرباز حمله کنم که داشتن به هم گیر میدادن. هر کی که هستن مکی اون شام رو حساب کرد. بعد باید یکی تحقیق کنه در این باره اگه وقتشو داشته باشم. عجب عجب. یکی هم نوشته که یه ماشین خیلی خاص پیدا کردیم که لنگش نیست ولی چند تا سرباز برداشتنش و فروختنش به یکی از این چی میگن، از این گاراژایی که ماشینا رو تیکه تیکه میکنه، قطعه قطعه میکنه. خب میگه آخر کانسپسیون، جایی که تعمیرات انجام میدنه، کنار آب جایی که تعمیرات انجام میدنه، احتمالاً باید اینجا باشه دیگه. اینکه اول کانسپسیونه، اینجا آخرش باید تو همین کوچه باشه دیگه، یه تعمیرگاهه مثل این که ماشین اونجاست. بریم الان سراغش، بریم سراغش و بریم پیشه معمولیت چاریزو. چاریزو باید کنار. آه جونم چاریزو. خب اینا ولکن ماجرا نیستن. ببینیم ماشین هم میتونیم پیدا کنیم یا نه. خب نیروهای ویژه کسی ما رو بیخیال شدن دیگه، خدا رو شکر. تو
چه نورای خوشگلی اونجا. اونجا رو هم میریم میگردیم، نگران نباشید. امروز احتمالا فقط همین یه قسمت رو داریم، ولی فردا سعی میکنم دو تا بذارم. یعنی اگه این قسمت دیدید اتفاق خاصی نیفتاد، فقط صحبت بود و گشت و گذار بود، نگران نباشید، فردا دو تا میذارم جبران کنم، فقط مأموریت میرم عشق کنید. آها آها، خودشه. این صدای زنگوله که میشنوید صدای این جعبه هاست. جعبه چی بود؟ کریپتو چی نمیدونم. آها، کریپتوگراما. بابا باری کلا. خب ماشین که پیدا نکردیم، ولی اسلحه پیدا کردیم. باز شد. بله، کفش حزمت، فکر کنم ست حزمت هم کامل شد. بگذارید ببینم کجا برم. حزمت نه، دستکششو ندارم. اسکش حزمت رو نداریم، ولی باقیشو داریم. نه شلوارش هم نداریم. کفششو دارم، بالاتنه، ماسکشو، شلوارشو، دستکششو ندارم. ست باحالیه، ولی خب زیاد به درد نمیخوره دیگه، فقط ضد سمه. خب عزیزان دل، ماشینه رو پیدا نکردیم. حالا اونجا بوده واقعا ماشینی، نبوده معلوم نیست. یا خدا، باز من دنبالم. نزنین نامردا، نزنینش. بیا چوریسا، آخ بینجا بودو بیا چوریسا، بیا برو تین اتاق. بودو بود نامردا، گرفتینش. بیا اینجا چوریسو، چش سفید پدسک. او نرون بالا. چوریسو برو به کشتن میدی آخر. چوریسو بیا اینجا. بودو عجب چه سفیدی این بچه. بیا خودو، ای میگیم چوریزو بیار همینه دیگه. داشت من پاره شدم میرون با سروزه یکیتون بیاد کمک کن. همونجا باشه به سر خوب. باریکلا. خب این هم یه سری نامه های دیگه است که دیگه خیلی نامه خوندم براتون. بریم سراغ اصل ماجرا. اوه چه سرصدایی میاد، جمعشون جمعه. چه اتفاق داره میفته؟ اوه دور همیه یه سری از رفقاشون میخوان جا بزنه. ما جوونیم، ارزش نداره واسه این چیزا بمیریم. باید بریم اون بیرون مدرسه رو مثلا دور بزنیم، مشروب بخوریم، سکس کنیم، فلان. به ما Why should we give a shit? پدر مادر ما و پدر مادرشون، پدر بزرگ مادر بزرگمون آینده ما رو دزدیدن. چرا ما باید اهمیتی بدیم؟ She called on your name, you came to the front. One
by one. اوه اوه. یه ادمیرال بنیتز اومده بوده تو کلاس ما، اسمتون رو که میخونده شما باید میومدین پای تخته یکی یکی. برمودز. آلوارز. تق. برمودز. تق. اسما رو یکی یکی میخونده، اینا میرفتن پای تخته یکی میکشته همه رو. فقط به خاطر اینکه تظاهرات میکردن و پوسترهای کلارا گارسیا رو پخش میکردن و یه روز آخرم تو مدرسه یه درسی گرفتم. یا میتونی سک ال تیگره جون یه عوض جدید میگیره لامورال؟ محدودیت سنی داری؟ من واسه لامورال خون میریزم بنازم اگه منو قبول کنی. Welcome to the war, viejo. به جنگ خوش اومدی پیرمرد. باور کلا. کاتسیناش هنوز افت فریم داره و این خیلی رو مخه. خیلی رو مخه. چطوری ادمیرال رو ترتیب شو بدیم؟ یه شنا رفتن اولین قدم برای پیروزی. هتل I got a combo I like to make friends with. No. We need Carlito. یه به کارلیتو نیاز داری؟ شنا کردن یه جخ دروغ نمیگه. کالیتو کیه؟ اون وسط ها ترجمه نکردم براتون، ترجمهش خورده به فارسی سخت بود، بخاطر همین مغزم هنگ کرد. التیگرام یا اومد کرکوپرم ریخ و گذشتیم ازش. ترجمهش یه چیزی تو مایه این میشه که من داشت چیز میگفت، یلنا میگفت، میگفت من روز آخر مدرسم یه درسی گرفتم و اون درس این بود که تو یا سمت درست تاریخ قرار میگیری یا سمت اشتباه اسلحه کاستیو، یه همچین چیزی. و منظورشو میفهمید دیگه. و اینکه حالا باید ماموریت رو انجام بدیم، ببینیم ماموریتمون چیه. این هم همون گیلبرتو دیگه و از تیپش و صحبت کردنش اینا معلومه که همجنسگراست و این گیلبرتو همونیه که جاسوس لامورال انگار دیگه و یه سری شبکه ها داره تو کل یارا و اینا بهش اطلاعات میدن و فلانه. به ما چقدر ماموریت برامون باز شد. اوه اوه. خب آها، این کارلیتایی که گفت یکی از اعضای گم شده انقلاب 67 عضو پنجم، اسمشو تو اون پازله دیده بودیم. کارلیتا شماره 4 بود اگه اشتباه نکنم. میگه سرسخت ترین مادر فلانیه که میشناسم، اون قهرمان جنگه که تو موزه کاستیو به کار گرفتنش به زور. ماموریت این چیه؟ از گذرگاه شوب یه محموله مخصوص داره میگذره و کشاورزای اون منطقه بی صبرانه منتظرن که ما چراغ سبز رو بهشون بدیم و بتونن حمله کنن به این محموله. عجب، این ماموریت خوندرانه. ماموریت یلنا هم عجب 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 عجب. یه چریک به اسم هیوگو که خیلی خیلی دهنش قرص نیست و دارن شکنجه میدن تو گرند هتل کابایرو و اون اوه اوه لوکیشن مقر لامورا رو هم میدونه. وای 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 وای. باید قبل از اینکه صحبت کنه خودمون رو بهش برسونیم. حالا باید آزادش کنیم یه قاعدتا، ولی شاید مجبور شیم مثلا بکشیمش. عجب عجب. ماموریت گیلبرتو هم برامون باز شده که ماموریت فرعیه دیگه، اینا رو بعدا درباره صحبت میکنیم. کدوم ماموریت رو برم؟ من خیلی موزه یه چیز رو دوست دارم باش آشناشم، موزه کاستیو. قبلا توی یکی از این بلنگوها شنیدم که ظاهرا اونجا بعد از انقلاب 67 جایی بوده که این انقلابیون اونجا انگار اون موزه رو انگار برای خودشون کرده بودن یه جوری و درباره این انقلابیون بوده اون موزه و اینا رو قهرمانای جنگ کرده بودن در این انقلاب صحبت میکردن و فلان. به ما یه جوری جلوه میدادن که حقیقت بوده، ولی به گفته کاستیوها یه جوری جلوه میدادن که انگار کاستیوها آدم بدی بودن. و بعد از اینکه کاستیو دوباره انتخاب میشه اون موزه رو پس میگیره و از طریق اون موزه اون شستشو مغزی و اون فرافکنی هاشو روی مردم پیاده میکنه و اینکه سعی میکنه اون وچه خانوادهشون رو یه خورده ترمیم کنه توی جامعه. یه همچین چیزی، نمیدونم این همون موزه است یا نه. بریم یه سری بهش بزنیم. جونم التیگره.
یکی از کاراکترهای دیگه بازی که خیلی دوستش دارم التیگره است، خوان کورتز التیگره. این دوتا صدر جدولم برام، بعد خود انتون کاستیو و دیگو کاستیو. این چهار تا کاراکتر رو من فقط تو کل بازی تا حالا باشون ارتباط برقرار کردم و دوست داشتم. شما هم حتما کاراکتر مورد علاقتون رو بگید تو کامنت عزیزان دل. بریم سراغ ماموریت. رنگ 8 و انجام دوتا نامه است که اینا رو قسمت قبلی خونم، چیزی جذابی نبود که بخوام براتون ترجمه کنم. اینا هم که قبلا دیدیم. خب این ستا هم دارن با هم بحث میکنن که ماموریت کدومشون مهمتره. یلنا میگه اگه ستا ماموریت رو انجام بدیم خیلی بهتره، اینطوری پخشش میکنیم، نیروهای بنیتز رو پخش میکنیم توی ستا مسیر و بعد راحت تر میتونیم بریم سراغش. یه تو منو یاد لاکی میندازی، همیشه سه قدم جلوتر بود. یه البته اون خیلی با این ماشینا سرکار نداره. خونرون هم گفت منظورت لپتاپه؟ گفت آره. خیلی خوبه با التیگره صحبت کنیم، ماموریت شو بگیرین. من از این چریک های جوان خوشم میاد، اونا منو یاد خودم میندازه، فقط کوچولوتر از منه. خب عزیزان دل، ماموریت رو گرفتیم، یه خورده اکشن و ماموریت اصلی هم تزریق کنیم تو این قسمت، چون که خیلی هم صحبت کردم هم که کارهای فرعی زیاد انجام دادم. عجب این عرازل که هنوز این بیرون هستم. خب التیگره در کالیتو یه سری اطلاعات به ما داد، گفت عضو پنجم افسانه های سال 67 و گفت که انقدر خفن و ترسناکه که این چیزا سربازا وقتی میبیننش شلوارشون رو خیس میکنن. و احتمالا شنیدی یه ضرب المثلیه که میگه با یه تیر دونشون زدن. کارلیتو یه بار با یه تیر دو تا هواپیما رو انداخت پایین و یه گنج ملی حساب میشه کارلیتو و اینکه جاش تو زمین جنگ، تو میدون جنگ، نه تو موزه. ظاهرا اونجا تو موزه زندانیش کردن که توریستای در ظاهر یارانی های حقیقی میرن اونا ملاقات میکنن و بلان و بمان. و اینا ماشین چهارم همه عزیزان، یه وانت خفنه، قویه، سرعتش هم خوبه، دست فرمانش هم خوبه. شوریسو بیا والا. خب بریم سراغ این، یه خورده با این ماشین رانندگی کنم، بعد فست تراول میکنم. بعدم این که خود التیگره هم اونجا منتظرمونه، بعد با التیگره ماموریت رو بریم، ماموریت جذاب و باحالی باید بشه. خب خب موزه شون اینجاست. پس کنوکو، منطقه کنوکو، اینجا محل شکار کرکسه. یه دونه کیکارد گرفتم، نمیدونم چطوری و از کجا، ولی خب گرفتم. التیگره، من رسیدم به موزه. من هم همینطور. یا اگه میخوای از زمانی که ما بچه بودیم و احمق بودیم، جوون بودیم و احمق بودیم عکس ببینی، اثرات بذار کنار و مثل یه توریست وارد موزه شو. حتما این کار انجام میدیم، حالا شاید حین این ماموریت نشه ولی حتما یه بار انجام میدم. همین الان بریم ببینم میتونیم اکس مکس ببینیم، یه خود اطلاع در انقلابیم کسب کنیم، در فضای بازی کسب کنیم. این مجسمه پدر کاستیو باشه اگه اشتباه نکنم. عجب، موزه انقلاب غلط. اوه تانک تو موزه، یا خدا، یه اسلحه هم داریم. خب من یه توریستم، من یه توریستم، آرزو دارم عکس ببینم.
سوالی که تو ذهنت رو میدونم چیه؟ ها چیه سوال خو؟ اه چرا کنسل شد؟ این مسخره بازیه چیه؟ اه بابای کستیو، خود کستیو، مامانش فکر نمیگرم صحبتمون تموم شده بود. داداش تو وسط صحبت دهنتو بستی، عصبی میکنی آدمو. کلیدو بدیم به من. عجب عجب، پس دانش آموز پزشکی بوده لاکی ماما، اینطور که این نامه نوشته، این اطلاعات نوشته. و اون زمان اینا که میرفتن تظاهرات، دولت باشون بدرفتاری میکرده، ارتش میزده زخمیشون میکرده، و دانش آموزای پزشکی، دانشجوهای پزشکی دلشون به رحم اومده. و اینجا نوشته با اطلاعات غلطی که به خورده اینا میدادن، بعضیاشون مثل خیانتکاری به اسم لاکی ماما رو سردرگم کردن و اونا رو متحد خودشون کردن. عجب. خب اینا هم مال لاکی ماما بوده مثل این که. اوه انگار پروپوتانسیل ترین ورزشکار یارا بوده ال تیگره. عجب که اینم اینجا نوشته مثلا گولش زدن و دوزیدنش برای انقلاب، و به جای اینکه اینا بشن آینده یارا در المپیک یا سربازهای مفتخر یارا بشن، شدن انقلابیون و خیانتکار و فلان. به ما خب این چیه اینجا؟ این هرچی که هست داره همون ورزشی که ال تیگره توش بوده دیگه. زین اسب این چیه؟ اگه کسی میدونه بگه. دی سانتوس اسپینوسا. عجب، اسپینوسا اسم اون کسی بوده که رهبر انقلاب سال 67 بوده. بذار این فکر کنم گواهینامه ای آیدی چیزی باشه. برو دوربین از این ور اومد، خدای من. وا ویلا، درباره این چرا بازی هیچ اطلاعاتی به ما نداده، فقط همینجا توش تو همین موزه اطلاعات میدن به ما. آره این گواهی نامشه. عجب، همین یارو اینجا، این که نه، این همین بوده، این رهبر انقلاب 67 بوده. اسمش چی؟ اسمش اینجا نوشته بود سانتوس اسپینوسا. بعد اینا همه، این تمام افسانه‌ای سال 67، اینا همه انگار پیروان اون بودن. فهمیدی چی شد؟ چه جالب، چه جالب. چطوری؟ اینم که عکس همین انقلابیونه دیگه. میگه صدها نفر از شهروندان یارا رو کشته ال تیگره، و مردان رو کشته، زنان رو کشته، بچه ها رو کشته، و امیدواریم یه روزی تاوان گناهانش و تاوان جرمهاشو بده بنده خدا. چه هیولاهایی ساختن از اینا، یه روز افتخارآمیزی بود. چه قسمت جذابی شد. من جدی دارم حال میکنم با این اطلاعات. میدونم اکثریتتون میگیم برو اکشن ماجرا و فلان به من، ولی جدی این اطلاعاته که بازی رو میسازه. عجب عجب، میگه سربازان غیرقانونی، انگار ارتش غیرقانونی سانتوس اسپینوسا، همون رهبر انقلاب 67، جعبه جعبه اینا فشنگ و مهمات به دست می آوردن، ولی اطلاعات ارتش اون زمان نشون میده که ارتش این جعبه ها رو گم نکرده. یعنی این جعبه ها از ارتش یارا نیومده، از ارتش یارا دزدیده نشده، از طریق ارتش به اینا داده نشده. و این نشون میده که کمک های بین المللی داشته اسپینوسا، و از کشورهای خارجی حمایت میشده که این فرد ضعیف، این اسپینوسای ضعیف بشه رئیس جمهور یارا. عجب، پس اینطور که ما فهمیدیم بعد انقلاب 67 اسپینوسا میشه رئیس جمهور، بعد انتخابات که برگزار میکنن انتون کسیو تو اون انتخابات برنده میشه. چرا؟ چون که به مردم قول اینو داده بوده که با استفاده از این داروی ویویرو
چیز میکنه، چی میگن، این کشور رو تبدیل به اون بهشتی میکنه که یه زمانی بوده. مثل این که عجب عجب. خب اینم دوباره نوشته که به صورت رسمی ما هیچ وقت نتونستیم بفهمیم که خیانتکارای سال 67 این سلاح‌های سنگینشون رو از کجا میآوردن و این فقط به ما میگه که اینا مثلا جاسوسای خارجی کمکشون کرده، کشورهای خارجی بهشون کمک رسانی کردن. عجب عجب. در ضمن این صدای صحبت ها صدای دیگوستا، دیگو کاستیوی که این حرفا رو میزنه، باباش مجبورش کرده دیگه. طبقه بالا هم داره، طبقه بالا هم داره عزیزان. چه جالب چه جالب. این چارتا قشنگ انقلاب رو توضیح داده از اول که چجوری شروع شده، چجوری ادامه پیدا کرده، اون ماهای اولش رو توضیح داد. و این اطلاعات خیلی دوست دارم قشنگ یه ویدیو کنم براتون. واقعا دمشون گرم. تو چارچوب یه موزه تمام اطلاعاتی که ما نیاز داشتیم برای بهتر درک کردن داستان بازی رو به ما دادن. خب بریم سراغ ماموریت دیگه. التیگره چیکار میکنی؟ نگران نیستی بشناسنت؟ نگران نباش. میگه ماجیک آوردم که امضا بدیم، یکی واسه خودم یکی واسه تو. But Castillo rewrote history to make us look like villains. He even found a way to paint Carlito in a bad light. I wonder what history will say about us. They will say, this was the day when two legends walked into a museum and three walked out. بابا برکلا. گفت این موزه ساخته شده بود که انگار به افتخار ما افسانه های سال 67 ساخته شده بود که تاریخ ما، کاری که ما کردیم و برای همیشه مثلا زنده نگه داره. ولی کسیو از این طریق ما رو انگار سعی کرد بد جلوه بده، فرافکنیاشو از این طریق انگار به خورد مردم داد و سوء استفاده کرد از این موزه. بعد دنی گفت تاریخ در روی ما چه خواهد گفت به نظرت در آینده؟ التیگرام گفت میگن که دو تا افسانه وارد موزه شدن و سه تا خارج شدن، یعنی ما، التیگره و کارلیتو. برو بریم. جونم التیگره، جونم التیگره، حقا که ببری، لقب ببر برازندته. قربون این رد پنجولای ببر رو پشتت بشن ورزشکار. باریکلا ماشالله بدای را رفتنت بشتی، قربون کولات بشن بابا. باریکلا خواهرشه یه مادرشه، خیلی بچه سال بهش میخوره، خیلی هم شبیه خودش بود. برو دیگه. چرا نمیری؟ چرا افتاده؟ کالیتو رو باید آزاد کنیم. خب داداش کالیتو کجاست؟ ماموریت ما کالیتو رو آزاد کنیم ولی کجاست؟ آها حالا شروع شدن. کالیتو رو تعمیر کن. Is Carlito a fucking tank? Por supuesto. What were you expecting? He's Carlito. کالیتو یه تانک آدم نیست اصلا. یکی از اعضای افسانه های 67 یه تانک بوده عزیزان. همین تانک این وسط کالیتوه. خدای من. خدای من. چقدر خوبه این التیگره. به به چه جزیره ای. جزیره رو فکر کنم بشناسم. آها این جزیره چیزه، اینجا من رفتم یه سر، یه قلعه است اینجا که این فکر کنم تا یه ماموریت رو بهش حمله کنیم، چون یه قلعه است دور تا دورش بسته است و هیچ راه ورودی نداره و با هلیکوپتر هم نمیتونید برید خودتون رو بندازید. چرا؟ چون وسطش یه ضد هوایی دارن و فکر کنم تا یکی از ماموریت‌ها باید بریم اونجا. اوه اوه خرابه، باید تعمیرش کنم. خب 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 یه دوربین هم اینجاست. علامت بزن دیگه. این دوربین نیست، دوربین نیست مثل اینکه.
دوربین بود که دروغ گفتی به ما؟ خب اینم بده من. چه عکس زیبایی. سن سمی داشت نکردم چه خوشگلم هست. گفت من میشنم پشت اسلحه تو رانندگی کن بزن بریم. بعد دنی هم میگه خرابه نمیتونم از اینجا برونمش بیرون. میگه فقط باید یه خورده بهش عشق ببرزی میتونی ردیفش کنی نگران نباش. اوه موزش جاهای دیگه هم داره. بله ببینیم مجسمه کیه. بالاخره گابریل کاستیو اولین رئیس جمهور یارا که یارا رو مدرنیزه کرده و به این جزیره ثروت آورده. خب بقیهش هم بعدن میخونیم. به به چقدر خوبه این موزه. جدی باش حال کرده. یه بشین صندلی راننده من اسلحه رو میگیرم. بذارید این اسلحهی که اینجا هست رو هم برداریم عزیزان. بعدش بریم سراغ مأموریت. آها اوف چه خوشگل بود. این اسپینوسا است؟ آره این خود اسپینوسا است. عجب شدی عجب مأموریتی. چه اطلاعاتی کسب کنیم از این موزه. ویدیوشو حتما میسازم براتون اگه دوست دارید بسازم. واقعا تو کامنت ها بگید انرژی بدید که من بسازم انگیزه بگیرم برای ساختن این ویدیو. یه نامه هم اینجاست. خب یه نامه چرت و پرت نوشته داره تانک و اینکه تیکه تیکش میخوان بکنن و تیکه هاشو بزنن روی سلاحای دیگه. انگار به عنوان یه اهدا کننده یه اعضا ازش استفاده کنن. وفه چه تانکی. این هم تانک چهار روممون. Here I go. آتیش میزنه. یه بعد از اول میگفتی که کالیتو تانکه. داره چی داری صحبت میکنی؟ اون کالیتو است. همه کالیتو رو میشناسن. اچه به اپ یه قاره که ما برای انقلاب ازش استفاده میکردیم و از اونجا برو هیچی سر ما قرار نمیگیره. عجب تانک وحشیه. اسوس میرسه بهش نمیرسه بهش. آه میرسه خدای من. برو خونه اتون کالیتو رای خودشو باز میکنه.
پشت این چیز است. برو بریم کارلیتو. عجب تانکی. یه از زمان لوبو اینقدر طالبم خوش نگذشته بود طول بر. یه چیزی هست که میخوام بهت بگم برای لوبوه. من رفته بودم تو بار گفت الان دنیم شاکی شد گفت الان سرم شلوغه نمیخوام در خودتو نمیدونم افسانه ها و لوبو برام داستانی بگید. من گفت فرق با توه کارلیتو باید انتقامشو بگیره. یالا حرف مهمی میخواست بزنه ولی هرچی که بود حرف مهمی بود. حس کردم میخواد بهم بگه مثلا من مریضم دارم میمیرم یه همچین چیزی بهم بگه. خب این که آبه تو آب هم بگه میره. اوه کی داره میزنه این آبه بهش میرسه آتیش نمیرسه. هم تو آب یعنی؟ یه تو آب تانک میره؟ بابا باری کلا آبش همیت نیست خیلی. یه اون کلا خوده جلوی کارلیتو رو نمیتونه بگیره. با کارلیتو ایشکی نمیتونه جلوی ما رو بگیره. آی ال تیگره میگه کارلیتو خیلی پیره سنش بالاست دووم میاره به نظر تو این مسیر انقدر داره کتک میخوره. التیگره هم میگه کارلیتوه که کشتن رو انجام میده کسی کارلیتو رو نمیتونه بکشه. رفتن ادامه بده داریم میرسیم به قار. میگه فکر کنم کارلیتو افسانه مورد علاقه جدیدمه. التیگرام گفت وانمود میکنم که این حرفو نزدی ولی منظور تو درک میکنم. چونم التیگره چرخ خوبه این التیگره. اه خودی هن اینا که بریم جلو نسوزیم. کار اینجاست دنی بپیشون تو عجب قاریه. به 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 کنارش میدید تعداد هواپیما و تانکایی که نابود کرده رو علامت زده شمرده. خودیه خودیه با لباس ارتشی نداشت. آه لورنزو لورنزو تو اومدی اینجا چه غلطی میکنه؟ میخواستم کارلیتو رو خودش ببینه. اه زکی خرابه کی. چند سال گذشت آخرین بار که از کوه اومدی پایین چند سال پیش بود؟ گفت خیلی سال پیش. کلی خاطرات داره با این رو فقط که خاطرات جدید بسازی. تو باید به ملحق شی مرد. جنگ تموم شده. جنگ تموم میشه وقتی که هممون آزاد شده باشیم. یعنی هنوز چون آزاد نشدی ملحق شده. رنکاب شده لوبو کیه در رشته صحبت میکنن؟ چون این حرفی هم که زد ظاهرن مال یوبو بوده. الان داره التیگره میگه از کی تا حالا حرفای لوبو رو به زبون میاری؟
این حرفی که جنگ وقتی تموم میشه که کل یارا آزاد باشه. عجب لوبوی کیه؟ اسمشو گفتن قبلا؟ نمیدونم نشینم. خب شدیم کماندانته رنگ 14 بباری کیلا. She was here now. He'd be so happy to see us and Carlito. Happy to see you and Carlito, maybe. Enough of that nonsense, El Tigre. گفت کاش لوبو الان اینجا بود و خوشحال میشد که ما رو مثلا با کارلیتو میدید. عجب سه تا هواپیما انداخته، 3-6-7 تانک انداخته، باوری کرد شماره 3. عجب عجب. اینم از این قسمت عزیزان. دو تا اسلحه جدیدم پیدا کردیم، اینا رو بعدا تست میکنیم. یه نامه اینجا هست. چریک ها، اگه مهماتی فشنگی شاید یه خود غذایی احتیاج دارین، اون جاساز چریکا رو بگردید چکش کنید. 1 کیلومتر دورتر از اینجا کنار راهمونه بیشاب بهترین دیدبان الاسته این نامه رو نوشته، این متن نوشته. عجب دوغ آبلی هم دارن اینجا. خب عزیزان این قسمت رو اینجا تموم میکنیم. قسمت خیلی طولانی شد و خیلی هم چسبید، قسمت پرملاتی بود، حداقل برای من شخصا اینطوری بود. انرژی بدید تو کامنت ها و هر اطلاعاتی در این موزه میخواید بگید. من به احتمال 90% یه ویدیو از تمام صحبت هایی که تو موزه شد، تمام نوشته ها میسازم، چون که خیلی اطلاعات خوبی میداد بهمون در تاریخ بازی، داستان بازی. و اگه شما هم دوست دارید کامنت بذارید، تقاضا رو داشته باشید که بدونم مثلا تعداد زیادی میخوان همچین چیزی ببینن یا کم. اگه کمه که طولش بدم، اگه زیاده که سریعتر برم تو کارش. و دمتون گرم. یه نامه دیگه هم اینجاست مثلا. مارتین. خب اینم بعدا میخونم، چیز خاصی نوشته بود. دره پایگاه افندی و نمیدونم حک کردن اونا مثل این که نوشته بود. آره خلاصه اینم بعدا میریم سراغش. عزیزان دل مرسی که این ویدیو رو دید، امیدوارم خوشتون اومده باشه، لذت برده باشید، سرگرم شده باشید. یه نامه هم اونجاست بابا باری کلا. دمتون گرم، مخلصم. تا ویدیوهای بعدی، قسمت های بعدی، خدا حافظ.